بشم هشم نعصم الاصلی اختورات سیبالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب. در ادامه قوانین موعد شابوت، انسان مجازی که تفیلای عربیت شب شابوت ها در حالی که روزه بخونه قبل از اینکه شب بشه، همون جوی گفتیم خب از بعد از پلک همین خوا در موارد ضروری میشه انسان بیاد و تفیلای مینها را تفیلای عربیت ها بخونه، و همونجور که خب خیلی ها امروزه رست دارن که میان و تفیلای عربیت در حالی که روزه میخونن و لازم نیست که حتما بر حذر باشن که تفیلای عربیت ها بخونن بعد ستک و خوابیم، و فقط همونجور که گفتیم در مورد قیدوش خوبه که انسان سخت بگیره و قیدوش ها در صورت امکان هنگامی که ستک و خوابیم میشه بگه. و اینا بگیم که افرادی که خب تفیلای عربیت ها در حالی که روزه میخونن اوکی مشکلی نداره، ولی بعد بیان و مردم ها برحضر بدارن که حتما بعد از این که ستک و خوابیم شد یعنی شب شد، شب کامل شد، بیان برگردن و یک مرتبه دیگه قریت شما شما اسرائیل عربیتا بخونن. این مطلب واضحه کسی که خب فراموش کرد در موعد شابوت. ما میدونیم که دو شب اول موعد شابوت براخای شه خیانو در قیدوش گفته میشه. حالا اگر کسی فراموش کرد شه خیانو و در شب بگه و تو طول حالا قیدوش فردو هم فراموش کرد شه خیانو و بگه، دیگه مجاز نیست که بعد از موعد شابوت بیاد و براخای شه خیانو بگه. در شب شابوت انگامی که انسان میخواد بیاد نون بخوره، باید مجازه که مثلا اون کزعید 27 گرم یا حالا خوبل خط خیلا 54 گرم که میخواد نون بخوره را مجازه که با سالاد و مثلا با یه چیز غذای دیگه بخوره، در صورتی که برعکس اون ما شب پسخ میگیم اینه خط خیلا بهترین حالت اینه که انسان اون مستایی که موظف بخوره را خالی بخوره و همراه با چیزی نخوره. در شب شابوت رسم اسرائیل هاست که همه بیدار میمونن تا صبح مشغول میشن به تورا تا عمود هشخر، همون جور که زهر در زهر حقاداش اومده خسیدیم ریشونیم افراد خاصید نمیخوامن در این شب و مشغول میشن به تورا، و همچنین در زهر حقاداش میگه تمام آنهایی که میان در این شب و مشغول میشن به اون صدر لیمود و شادن در این شب، تمام اینها نوشته میشه در سفر زیخرونوت و حقادش باروخ اونا را خب به هر صورت یادشه و در نظر حقادش باروخ خیلی درجه زیادی داره. دلیل این که ما تا صبح بیدار میمونیم چیه؟ به خاطر اینکه در زمان این که اسرائیل ها اومدن تورا را قبول کنن، بعد قبول میکردن در صبح، همه شون در شب خواب رفتن و لازم شد حقادش باروخ اونا را از خواب توسط صداهای مختلف رعد و برق و اینا که قبل از حالا اون سفر دادن سفر تورا بود، اهدای تورا بود، اسرائیل را حق و دشوار خوب بیدار کنه. بنابراین لازمه که ما بیایم و در این بهتره که بیایم و در این شب بیدار بمونیم، مشغول شیم به تورا تا صبح. و این مینها فقط مخصوص آقایانه و در مورد خانوم ها لازم نیست. آقایانم بگیم خیلی بهتره و مینها گو رسم خوبیه که بیان و در این شب بیدار بمونن. کسی که سختشه خب مشکلی براش وجود داره میتونه که خب حالا اون صدر لیمودش رو تو خونه تا حدی که میتونه بخونه و لازم به اومدن به کنیسه اگر امکان براش وجود نداره لازم نیست.